همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ما همراه. آقای گوهرزاد خیلی خوش اومدین. این قطعنامه جدید مجلس نمایندگان آمریکا به نظرتون در شرایط فعلی چقدر مهمه؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت. بسیاری از شرایطی که در درون این قطعنامه منظور شده اهمیت ویژه داره. نخست این است که یک ماه از تشکیل نخستین مجلس برای دور جدید پیش میره. شب گذشته آقای بایدن نطق سالانه خودشون اونجا انجام دادن. در مجلسی که دیشب شاهد اون بودیم عوض شده موازنه ها. رئیس مجلس آقای مکارتیس هم اکنون و البته تعداد نماینده ها از نظر برتری و اکثریت و اینا خیلی زیاد تفاوتی نکرده، ولی مهم بودن این قطعنامه جز منظور این که به مسئله حقوق بشر و مسائل تروریستی ایران اشاره میکنه، درخواستی که میکنه که در ایران یک حکومت سکولار دموکرات رو به رسمیت بشناسن و ایرانی که غیر هسته‌ای باشه، در واقع به دولت بایدن داره میگه مذاکرات اتمی باید اصلا پایان گرفته باشه و دیگه اینکه هنوز روی میز است و شاید بهترین راه دموکراسی باشد، این رو دیگه بهش پایان بدن، این رو به همتایان اروپاییشون هم این بگن. شما میدونین که آقای جوزپ بروئل همین هفته گذشته دوباره اعلام کرد که تنها راه شرایط دیپلماسی این برجامه و باید به اون رسید. به این ترتیب به نظر میاد که این قطعنامه که بنابر هر قاعده در مجلس باید اون 12 عضو کمیته اون رو اعلام بکنن، تایید کنن، نظرشون رو بدن، بعد بره به صحن مجلس. پیش از اون که به صحن مجلس بره تایید 160 نماینده رو داره که من بگم که با شرایط کنونی به سرعت به اکثریت مورد نیازش برسه از سوی هر دو حزب و تایید بشه. خب آقای گوهرزاد، پیشتر هم مجلس نمایندگان در قطعنامه از معترضان در ایران حمایت کرده بودند. این قطعنامه جدید با قطعنامه قبلی چه تفاوتی دارد و این حمایت قانونگذاران آمریکایی از اعتراضات سراسر نشون دهنده چیه؟ بله، ببینید این قطعنامه تفاوتش با قطعنامه های پیشین اینه که اونا در حدی بودن که خیلی با رأی کمتر بودن، خیلی خلاصه تر بودن. شرایط خیزش انقلابی مردم ایران با شرایطی که در اون دورانی که قطعنامه های دیگر صادر شد کاملا تغییر پیدا کرده و دگرگون شده. شما شرایط امروز ایران رو نمیتوانید با شرایط آبان 98 و دی ماه 96 مقایسه بکنید که در اون دو زمان هم قطعنامه داده شد. شما اون کشتاری رو که در آبان ماه کردن و شمارش هم بالا بود در دو روز مقایسه کنید با این سرکوب جوانان که به چشم میزنن، دستگیرشون میکنن، تجاوز میکنن. از یک حد بین المللی داره بهش نگاه میشه، نه از حد یک نمایندگی کنگره آمریکا. اروپا داره میره به این سو که علیه همون گونه که در پارلمان اروپا قطعنامه ای صادر شد، حالا در شورای وزیران هم یک قطعنامه داده بشه و این خیلی پر اهمیته. کشور آلمان، کشور بریتانیا، کشور فرانسه، اینها به تنهایی هم قطعنامه هایی خواهند داد. این مشارکت کشورهای غربی در پشتیبانی از مردم ایران و انقلاب مردم ایران این فرصت رو فراهم میکنه که نمایندگان آمریکا نیز این بار با این حرکت بیشتر و بیشتر نزدیک بشن. فراموش نکنیم حضور ایرانیان در برون مرز به ویژه در همین آمریکا در شنبه های اعتراضی همه پیام هایی رو به این دولت مردان از هر دو حزب داده و اونها فقط براشون این اهمیت نداره که دیگه از این پس رأی ایرانی ها رو برای رأی گرفتن خودشون داشته باشن. این بار پشتیبانی از اونچه ایرانی ها میخوان اهمیت ویژه پیدا میکنه. بسیار متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.